سلام، به جلسه 38 دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدین. توی این ویدیو کار کردن با دیتابیس SQLite رو بهتون نشون میدم. قبل از اینکه کار رو شروع کنم بهتون اصلا توضیح بدم که SQLite چی هست. SQLite یک دیتابیس خیلی سبک و در این حال سریعه که کار کردن باهاش خیلی سرعت بالایی داره. SQLite بیشتر توی اپلیکیشن ها، مخصوصا توی اندروید خیلی ازش استفاده میشه و توی وبسایت ها هم خیلی کاربرد زیادی داره و برای ذخیره سازی اطلاعات تا حجم متوسط گزینه خیلی خوبیه و کار کردن باهاش خیلی راحت و سرعت بالایی داره. بریم با هم دیگه کار کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم باهاش کار کنیم. خب برای کار کردن با SQLite لازمه که ماژول اون رو ایمپورت کنیم داخل برنامه. SQLite 3 رو ایمپورت میکنم. خب حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که فایلی که توی جلسه گذشته با هم ساختیم، این فایل products.json، میخوام اطلاعات داخل این رو بخونم و اینزرت کنم داخل SQLite. خب پس نیاز دارم که JSON رو هم ایمپورتش کنم و همچنین از ماژول passlib pass رو ایمپورت کنم که بتونم فایل رو بخونم که اطلاعاتش رو به صورت JSON توی SQLite ذخیره کنم. خب اولین کاری که میکنم یه متغیر میسازم به اسم products که مساوی میشه با path dot path بزرگ که مسیر رو بهش میدم products.json و read textش کن. حالا اینو باید تبدیلش کنم به json که میگم json.loads و متن رو بهش پاس میدم. خب تا اینجا کاری که کردم یه object از روی فایل json هم ساختم. حالا میخوام متصل بشم به SQLite. میگم with SQLite 3.connect show. اینجا باید اسم دیتابیس هم بدم که مثلا من میگم db.sqlite 3 از connection و حالا میخوام کارم انجام بدم. خب اینجا دقت داشته باشین که اسم دیتابیسی که من اینجا بهش میدم، چون از قبل دیتابیسی به این اسم وجود نداره، اون دیتابیس رو برام میسازه و بعد کارشو انجام میده. اگر دیتابیسی به این اسم وجود داشته باشه تو اون مسیری که من بهش میدم، دیگه اون دیتابیس رو نمیسازه و فقط به اون کانکت میشه. برای نوشتن و خوندن اطلاعات از داخل یک دیتابیس به چیزی نیاز داریم به اسم کامند که شامل دستورات SQL میشه. پس من جایی که دارم متغیر به اسم کامند تعریف میکنم و دستور SQLی که میخوام رو داخل اون مینویسم. من اینجا چون میخوام اطلاعات رو داخل یک جدول ذخیره کنم، پس به این صورت میگم insert کن into چه جدولی؟ جدولی به اسم product. چه مقادیر رو؟ مقادیر value که value s داره و اینجا چون سه تا ستون داریم، یه ID داریم، یه title داریم و یک price داریم، به ازای هر کدوم یه دونه علامت سوال میذارم و با کاما جداشون میکنم. حالا اینجا یه دونه حلقه روی product مینویسم، میگم for p in products connection dot execute کن، اجرا کن. چه چیزی رو؟ همون کامندی که بالا نوشتم رو اجرا کن. با چه مقادیری؟ با مقادیر product dot values که این رو باید به tuple کستش کنه و در نهایت هم باید بگم که connection dot commit کن. خب اتفاقی که اینجا افتاد، من یه کامند تعریف کردم که توش گفتم میخوام توی جدول پروداکت یک سری اطلاعات رو اینزرت کنم و توی این حلقه گفتم که بیا به ازای تمام رکورد هایی که توی پروداکت وجود داره این کامند رو اجرا کن و این مقادیر رو بهش ارسال کن و در نهایت که حلقمون تموم شد حتما باید کانکشن رو کامیت کنیم که اطلاعاتی که بهش ارسال شده توی دیتابیس ذخیره بشه. اگر که کانکشن رو کامیت نکنیم، تمام اطلاعاتی که سعی کردیم که داخل اون ذخیره کنیم ذخیره نمیشه و کلا رول بک میشه و برمیگرده. خب حالا میریم برنامه رو اجرا کنیم ببینیم که چه اتفاق میفته. به محض اینکه برنامه رو اجرا میکنم بهم خطا میده و خطایی هم که میده میگه که جدول پروداکت رو توی دیتابیس پیدا نمیکنم. ولی اتفاقی که افتاد، دیتابیس db.sqlite 3 برام ساخته شد. حالا کاری که میتونم انجام بدم اینه که به دو روش میتونم این جدول پروداکت رو داخل دیتابیس هم اضافه کنم. اگر که به دستورات SQL مسلط باشم، کافی دستورات SQL رو بنویسم و همینجا خودش تیبل پروداکت رو برام بسازه. اگر که مسلط نباشم، میتونم از نرم افزارهای جانبی استفاده کنم. یکی از نرم افزارهایی که خیلی کار کردن باهاش راحته، نرم افزار DB Browser که از توی سایتش sqlitebrowser.org میتونین اون رو دانلود کنین و ازش استفاده کنین. خب برنامه رو که نصب کنین، یک همچی محیطی بهتون میده که کافی من دیتابیسی که ساختم رو بهش آدرس دهی کنم. این دیتابیسی که من الان ساختم،
حالا باید جدول پروداکت رو توش بسازم. میگم کریت تیبل کن، به چه اسمی؟ اسم جدول بهش میدم پروداکت، و حالا اسم ستون‌هایی که باید داشته باشه. اد میزنم، میگم یه ستون دارم به اسم آیدی که نوش اینتیجره، یه ستون دارم به اسم تایتل که نوش تکسه، و یه ستون دارم به اسم پرایس که نوع اون هم میتونه نامبر باشه و هم میتونه ریل باشه. فعلا من روی ریل میذارم. دقت کنین وقتی که من یک تغییری توی این جدول میدم، یعنی یه ستون اضافه میکنم یا هر کدوم از این باکس ها رو تیک میزنم، یه کد این پایین جنریت میشه. این کد همون کد SQLی هست که من میتونم ازش استفاده کنم. یکی از کارهایی که میتونم با این نرم افزار انجام بدم اینه که بیام SQLی که برای ساختن تیبل هست رو به دست بیارم و اون رو توی برنامه مستقیم اجرا کنم. خب حالا کاری که باید اینجا انجام بدیم یکی این که برای آیدی معمولا باید پرایمری کی تعریف کنیم، یعنی اینکه آیدی هیچ‌وقت نباید تکراری باشه توی جدولمون، و برای تایتل و پرایس هم معمولا این دو تا تیک رو میزنیم که به این معنیه که اطلاعات داخل تایتل و پرایس حتما باید پر بشه و به صورت نال نمیتونه باشه. اینجا کارم تموم میشه، اوکی میزنم، و در نهایت هر وقت که کارم تموم شد کافیه رایت چنجز رو روی اون بزنم. خب تا اینجا کارم تموم شد و این تیبل پروداکت ساخته شد و میتونم ازش استفاده کنم و میرم تو جدول پروداکت، کلیک راست، براوز تیبل، و میبینید که اطلاعات به صورت کامل داخل این جدول ذخیره شد. خب حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که اطلاعاتی که داخل یک جدول ذخیره شده رو میخوام از توی SQLite بخونمش. خب برای خوندن اطلاعات SQLite دیگه به این خط نیازی ندارم، به این هم دیگه نیازی ندارم، و کانکشن رو میخوام و این رو هم. خب حالا توی کانکشنم باید توی کامندم باید به این صورت عمل کنم. بگم سلکت کن همه ستون ها رو from جدول product. خب حالا اگر که من بیام بگم connection.execute کن کامند رو، خروجی این کامندی که نوشتم یه دونه کرسره، پس اونو میریزم توی یک متغیر به اسم کرسر و دیگه به این حلقه نیازی ندارم، و میگم که کرسر.fetch all کن، تمام رکورد ها رو بگیر، و اونو میریزم توی یه متغیر به اسم product، و دیگه به connection.commit هم نیازی ندارم چون قرار نیست اطلاعاتی که داخل دیتابیس هست تغییر کنه و صرفا دارم اطلاعات از داخل دیتابیس میخونم، پس این رو هم پاکش میکنم. خب حالا خیلی راحت میتونم بگم print کن products، و نتیجه خروجی به این شکل میشه که اطلاعات رو داخل خروجی میتونم اینجا داشته باشمش که شامل سه تا ستونه، ID 1، ID 2 و ID 3. حالا اینجا من میخوام یه کار دیگه انجام بدم. بیام بگم که یه حلقه روی این کرسر انجام بدم. بگم for row in cursor. اینو فعلا کامنتش کنم. و اینجا بگم که print کن row. و این رو هم کامنت کنم. برنامه رو که اجرا کنم میبینی که سه تا رکورد رو از توی دیتابیس خون و اینجا به من نشون داد. حالا اگر که اینو دوباره از حالت کامنت درش بیارم و این رو پرینتش بگیرم، ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته حلقه به شکل کامل اجرا میشه، ولی پرینت خط 16 هم چیزی بر نمیگردونه و خالیه. همطور که تو جلسه گذشته هم بهتون گفتم، کرسری که اینجا تعریف شده فوروارد اونلیه، یعنی وقتی که از ایندکس 0 میره به ایندکس 1 دیگه ایندکس 0 از حافظه خارج میشه و به صورت معکوس بر نمیگرده. و تو این حلقه چون کرسر رو از اول تا آخر پیمایش کردیم و به خط آخرش رسیدیم، مسلماً توی خط 14 هم دیگه چیزی وجود نداره که بخواد توی متغیر پروداکت اون رو قرار بده و به اون دسترسی داشته باشه. ارتباط برقرار کردن با SQLite، رایت دیتا و خوندن اطلاعات از داخل اون به همین سادگی هست که با هم دیگه دیدیم. ولی مسئله اینجاست که یاد گرفتن دستورات SQL خیلی گسترده‌تر از اینه، و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به این دستورات SQL مسلط بشین که خیلی قدرت زیادی بهتون میده و میتونین مانور خیلی زیادی داشته باشین داخل دیتابیس. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. این ویدیویی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال، اگه دوست داشتین اون رو هم تماشا کنین.